کتاب منتخب الاثر فی امام الثانی عشر که در 6 جلد تدوین شده از مهمترین آثار مرحوم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره است. منتخب الاثر حاوی بیش از 1300 حدیث در باب امام زمان عجل الله فرجه و مهدویت می باشد. روز گذشته سه‌شنبه و در 70مین سال تألیف این کتاب جمعی از فضلا، طلاب و اساتید با برگزاری همایشی ویژگی های این کتاب را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی اکبر مهدیپور پژوهشگر و نویسنده بیش از 45 کتاب و چهره ناماشنا برای بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام نیز در این همایش حضور داشتند که قبول زحمت کردند و در روز ولادت کریمه اهل بیت علیهم السلام از جوار حرم حضرت معصومه دعوت ما را در این بخش خبری پذیرفتند. جناب استاد مهدیپور سلام، عیدتون مبارک. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. ما هم عرض ادب و ارادت و تبریک میلاد مسعود کریمه اهل بیت و التماس دعا در اون حرم آقای امام حسین علیه السلام. منتخب الاثر که به فارسی هم ترجمه شده آیا برای استفاده محققین و طلاب هست یا عموم منتظران امام زمان؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف منتخب الاثر تا کنون به 3 زبان ترجمه شده. اولین ترجمه این کتاب به زبان اردو می باشد به کلام مولانا نثار احمد زینپوری. این در دهلی چاپ شده. اداره عقیله بنی هاشم اون را چاپ کرده. در 825 صفحه وزیره در سال 2003، یعنی 20 سال پیش از این، در تیراژ 3000 با ترجمه روان، عالی، زیبا، با کاغذ اعلی و جلد زیبا. اما دومین ترجمه به زبان فارسیه. این ترجمه به قلم حاجی محسن احمدی بوده و ایشان بعد از کتاب را نوشته، ترجمه کرده، آقای حسین استاد ولیمون را ویراستاری کرده که ویراستار بسیار برجسته هست. اما جالب این است که این مترجم این کتاب را دقیق روان با مراجعه دائم به استاد آیت الله صافی انجام داده و از نقش ایشان هم در ترجمه بسیار عالی بوده. هر کجا نیازی بود ایشون دستور داده و ایشون این رو انجام داده و بسیار زیبا، روان و سلیس. از نکات لطیفی که این ترجمه دارد اینکه این در صفحه مقابله، در 6 جلد چاپ شده. هر جلد طرف راست متن عربیه، طرف مقابل ترجمه فارسیه. متن عربی با اعراب کامل، حتی اسامی کتب نشد پاورگان با اعراب کامله، حتی کلمات غیر معصوم، نه فقط معصومه، اونم باز با اعراب کامله. اما در ترجمه برای اینکه روان بشه اسناد را حذف کرده، تنها اون آخرین راوی را آورده که از معصوم روایت میکند و این باعث شده کتاب خیلی سلس، روان و آرام شده. دیگه خیلی به حوزوی ها اختصاص نداره، همه میتونن که از این کتاب استفاده کنن. و اما اگر میخواهن که به اسناد دسترسی، طرف راست متن عربی، اونجا اسناد کامل آمده و در نتیجه هیچ نیازی نیست که اینا تکرار بشه در صفحه روبرو، که باعث بشه که این مؤقت بشه و همه نتونن ازش استفاده کنن. این هم به صورت بسیار کامل در 6 مجلد چاپ شده، انتشارات منیر در تهران 20 سال پیش از این را چاپ کرد. اما ترجمه سوم ترجمه ترکی استانبولیه، اونم باز در 6 مجلد به صورت صفحه مقابل، طرف راست متن عربی با اعراب کامل و طرف مقابل ترجمه ترکی استانبول است. اون هم باز با همین خصوصیت، یعنی اسناد را حذف کرده در ترجمه و
فقط آخرین سند را، آخرین راوی را که از معصوم نقل میکنه. این هم باز به قلم خیلی شیوا توسط های داوود دومان که آثار بسیار فراوانه، یعنی حتی 50 سال پیش هم که من استانبول بودم ایشان این آثار چاپ شده داشتن. این هم باز خیلی روان، زیبا و عالی ترجمه کرده. بنابراین هر سه ترجمه، چه ترجمه فارسی، چه ترجمه اردو و چه ترجمه ترکی استانبولی، با نثر زیبا، شیوا و زیبا انجام شده و الحمدلله هم با چاپ زیبا هم ترجمه شده و چاپ شده. بله جناب استاد مهدیپور، منتخب الاثر چه ویژگی هایی داره که پس از گذشت 70 سال هنوز در باب مهدویت مورد استفاده هست؟ این کتاب ویژگی های فراوانی داره که باعث ماندگاری کتاب در تمام حوزه های علمیه و در تمام مراکز تحقیق باعث شده. علت اول اخلاص فوق العاده مؤلفه. آیت الله عظمای صافی بسیار به امام زمان وابسته بود. خودش، پدرش، مادرش، ایل و تبارش همشون به آقا حضرت خیلی متصل و خیلی مخلص بودن. این خیلی یعنی عنایات الهی شامل بوده برای این کتاب. مرحله دوم ابتکاری بودن کتابه و هیچ وقت کتابی در عرصه مهدویت به این زیبایی ردیف نشده. مرحوم شیخ بزرگ تهران می نویسد که هرگز کتابی در این موضوع به این زیبایی تألیف نشده. بنابراین اون ابتکاری بودن باعث ماندگاری شده. نکته بعدی حسن سلیقه مؤلف. مؤلف بزرگوار در این کتاب آمده هر حدیثی رو کامل آورده، یعنی هیچ وقت تقطیع نکرده. یعنی اگر 830 حدیث آورده، این 830 حدیث میتونسته به بیش از 6000 موضوع اختصاص پیدا کنه، ولی شون آمده هر حدیثی را یک جا آورده و به طور کامل در موارد دیگه بون عطف کرده، دیگه تکرار نکرده. پس هر دو جا هم تکرار نکرده که کتاب حجمش زیاد نشه و هم کامل آورده چه ارتباط فقرات هر حدیثی با هم باشد. ولی آیت الله سبحانه در این زمینه بسیار بحث مفصلی کرده که حسن سلیقه آیت الله صافی یکی از عوامل ماندگاری این کتابه. نکته دیگر جامعیت. مرحوم شیخ حبیب مهاجر عاملی می نویسد که این کتاب منتخب الاثر هیچ موضوعی را که راجع به آقا بقیت الله باشد فروگذار نکرده. در تمام موضوعات مربوطه سخن گفته، بحثی کرده، آیات را آورده، احادیث را آورده، گاهی علل عقلی را آورده. در نتیجه تمام این جهات را ایشان رعایت کرده و لذا کتاب شد کتاب جامع. یعنی ما بعد از غیبت نعمانی، غیبت طوسی، کمالالدین صدوق و بهار الانوار علامه مسیح پنجمین کتابی که میتونیم به عنوان کتاب جامع در مورد مهدویت ارائه بدیم این کتابه. و یکی از عواملش نثر زیبا. خیلی ادیبانه این کتاب تهیه شده، یعنی آیت الله صافی با اینکه عرب نبوده و در حوزه های عربی هم خیلی نبوده، اما کتاب را با نثر عربی ادیبانه و لطیف نوشته و این جهت خیلی مهمه. مرحوم علامه امینی القدیر را چی نوشته؟ مرحوم آیت الله اردوباده القدیر را کلمه به کلمه روش کار کرده، ولذا با گذشت زمان یه دونه واژه در القدیر پیدا نشده که یک عرب بگوید اگه اینطور می نوشت بهتر بود. خیلی از کتاب های مهم ما که به عربی نوشته شده گاهی در الاثر گفته ای کاش عربی می نوشت، یعنی منظور اینه عربی بودنش طور عرب نیست، یعنی میشه صحت سلبی داشته باشه. ولی این کتاب القدیر تمام واژه ها ادیبانه است به برکت آیت الله اردوباده. واژه اردوباده اهل اردوباد آذربایجان بوده و خود متولد تبریز بوده، اما اونقدر از جهت ادبیات قوی بوده چه تونسته چه القدیر را در سطح اعلای یک کتاب ادیبی. بله خیلی ممنون جناب استاد مهدی.